رسیدیم به آخرین مبحث در مورد سطح و حج که دیگه هر نکته باقی مونده بود از این فصل نگفتیم یا کتاب دیگه گذاشته میونی که سوالا هم بسیار با هم دیگه فرق میکنن اول از همه در مورد این گسترده کردن بگیم اینجا مثلا میگه اگه مکعب مربعی داشتش مثلا با مقوای ساخته باشیمش بازش کنیم یا همچین چیزی میشه مکعب مستطیل بازش کنیم اینجوری میشه و همینطور حرم ها اگه بازش کنیم اینجوری میشن بعد از این میخواد به توضیح بده که اگر ما به جای اینکه فرمولی داشته باشیم برای مساحت هرم و مساحت و این مثلا مکعب و اینها میتونیم بیام گستردهشون کنیم مساحت تک تک اینها رو حساب کنیم با هم دیگه جمع کنیم میشه مساحت کل اون هرم سبعدی میتونیم مساحت این مسلس ها و مساحت این مربع رو حساب کنیم انگار که اگر این مساحت کل اینو حساب کردیم اینگار مساحت کل اون هرمه رو به دست آوریم برای همین من سعی میکنم این مساحت گسترده شدهش رو واسهتون حساب کنم که شما بتونید بقیهش رو خودتون حل کنید خب این هرمه رو گسترده کردیم این شکلی شد از طرفی می‌بینید این قسمت قاعدش همین وسطیه هست خب اینجوری اینا به همدیگه دیگه وستش میشن میشن هرمه بعد از طرفی گفته یکی از این زرها پنج هست و از این علامت ها زده یعنی همه این زرها با هم یکی هستن یعنی همگی پنج هستن همگی پنج هستن حتی اونایی که داخلا اینجا همگی پنج هستن خب این کمکمون میکنه برای حل کردن و به دست آوردن مساحتشون ما میتونیم این مساحت رو دو جور حساب کنیم کنیم چون همه این مسلس ها این هم دیگه هستن میتونیم یک دونه از این مسلس ها رو بگیریم خب مثلا این وسطی رو بگیریم مساحتش رو حساب کنیم مساحتش هر چیزی شد ضرب در چهار کنیم که یکی دو تا سه تا چهار تا همزمان با هم, هم دیگه به دست بیاد یا اینکه میتونیم این کار انجام بدیم بیایم به طور کامل این مثلث بسیار بزرگ رو در نظر بگیریم مثلث بزرگه خب اگر مثلث بزرگی رو شما بیای مساحتش رو کامل حساب کنید یعنی انگار مساحت تمامی مسلس های داخلش رو همزمان با هم دیگه حساب کرد اینم روش خوبیه حالا کدومو بریم دوست مثلث بزرگ رو در نظر بگیرم راحت تر نیست به نظرتون خب پس من مثلث بزرگ یک بار دیگه میکشم اندازه‌اشو مشخص میکنم دقت کنید داریم در مورد مساحتشون رو صحبت میکنیم ما الان من میخوام مساحت این مثلث بزرگی رو به دست بیارم اندازه هایی که از این مساحت مثلث دارم اینجوریه اینجا 5 5 هست یعنی این زر بزرگی میشه چقدر 10 تا دونه اینجا 5 5 هست این زر هم میشه 10 تا 5 5 اینجا میشه 10 تا اگر من مساحت این مثلث رو به دست بیارم یعنی اینجا مساحت این چهار تا مثلث همزمان با هم به دست آوردم که میشه مساحت کل این گستردش یا همون مساحت کل اون هرمه حالا مساحت مثلث فرمولش اینجوریه یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع خب حالا قاعده کدوم ارتفاع کدوم قاعده مثلث رو من این در نظر میگم از اینجا تا اینجا میشه قاعده از اینجا تا اینجا میشه قاعده پس قاعدهش برابر است با ده قاعدهش میشه چقدر ده تا دو دونه حالا ارتفاعش چقدره ارتفاع دقت کنید این ارتفاع که میگم ارتفاع این چیز گسترده شده شا که ارتفاعش میشه از این رأس تا پایین به صورت 90 درجه بیایم اینجوری اینجوری 90 درجه بیایم پایین این به این میگن ارتفاع قاطی نکنید با ارتفاع هرم و اینها نه هرم یه فضای سبعدیه خب ارتفاعش فرق میکنه با وقتی که بازش میکنیم شبیه به کاغذ میشه بعد میخوام ارتفاع رو بسنجیم کلمه ارتفاعی که من اینجا میگم برای این مسلسه این ارتفاعی که میگم منظورم بعد ارزی هست نها کنید بعد طولی ضرب در بعد ارزی میشه مساحت بعد طولی مسلس ما بهش میگیم قاعده چون مسلس کمی فرق میکنه با مربع و مستطیل بعد ارزیش ما بهش میگیم ارتفاع نه اینکه فکر کنی ارتفاع داره نه منظورم اون ارتفاع بعدی نیست اینجا ما به این بعد ارزی میگیم ارتفاع پس ارتفاعی که برای این مسلسه میگیم قاطی نکنیم با ارتفاع هرم کاملا فرق میکنن خب حالا اگه من بخوام ارتفاع اینو به دست بیارم بایستی چیکار کنم میبینید که نگاه اینجا از اینجا اومده 90 درجه تولید کرده 90 درجه خب بعد این این رو من ندارم این قرمزه ارتفاع رو ندارم از اینجا تا اینجا رو به نظر میاد داریم از اینجا تا اینجا رو به نظر میاد داریم از چی استفاده میکنیم فیساغورس همون کاری که قبلا انجام دادیم هرچند قبلا یه کمی فرم کرد میخواستیم حجم حساب کنیم نه اینجا یه کمی راحت تر هست نگران نباش اون مشکل نیست فقط کافی ارتفاع از اینجا تا اینجا رو به دست بیاریم میگیم که خب اینجا چون که 90 درجه است پس این جفتی به توان دو به علاوه این ارتفاع به توان دو می شود قسمت ده به توان دو و تر به طوان دو خب این جفتیه چقدر اینجا چقدر میگیم از اینجا تا اینجا خیلی شبیه همون مسلس ها بود که قبلا حساب میکردیم اینجا کلش رو گفتیم ده یعنی این قسمت پنج هست این قسمت هم پنج هست همون پنجی که قبلا داشتیم این پنجه به توان دو به علاوه اچ به توان دو میشود ده به توان دو پس من به این مسلسی که اینجا تا اینجا تا اینجا هست گیر میدم و سعی میکنم ارتفاع رو از اینجا به دست بیارم پس همین کار میکنم پنج به توان دو به علاوه اچ به توان دو برابر است با ده به توان دو اینو شروع کنیم به هر کنم که ارتفاع رو پیدا کنیم ارتفاع مسلس بزرگ 5 به توان 2 میشه 25 به علاوه اچ به توان دو همون اچ به توان دو می نویسم برابر است با 10 به توان دو میشه چند 100 یه مقدار جابجا کنم 25 مثبت بر اوور میشه 25 منفی درسته یعنی که منفی 25 میدیم منفی 25 میدیم یه کمی سری باشه داخل هر کردن اینا اچ به توان دو میشه اینا میرن 100 منهای 25 میشه 75 h میشه چقدر رادیکال 75 میتونید اینو یه مقداری تجزیه کنید به که هفتاد میشه چند ضرب در چند ضرب سه ضرب آره سه ضرب در پنج ضرب بعد به جای این دوتا دونه پنجا میتونید یه پنج بیارید بیرون میشه پنج تا دونه رادیکال سه میتونید اچ رو به صورت اینا رو بیاریمشون بیرون میشه پنج تا دونه رادیکال چه چیزی باقیمون رادیکال سه میتونید هم اینجوری بنیس فرقی نمیکنه دوتاشون درستن هیچ فرقی با هم دیگه نداره پس من قاعده مثلث بزرگه رو دارم ده ارتفاعش هم دارم ارتفاعش رادیکال 75 یا 5 دو دونه رادیکال سه اگر قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو کنم مساحت این مثلث بزرگی به دست میاد یا اینکه میگیم مساحت کل اون هرمه برای من به دست میاد پس همین کار میکنم میریسیم یه بار دیگه مساحت مثلث بزرگ میشه یک دوم ضرب در قاعده همون ده ضرب در ارتفاع بگیم رادیکال 75 پنج یا 5 تا دونه رادیکال 3 این بهتره 5 تا دونه رادیکال سه یه مقدار تر تمیزش کنیم مثلا این این یک دوم ضرب ده این 10 رو میتونم با این عدد دو یه مقدار ساده کنم میشه 5 این میشه عدد یک میشه یک ضرب در 5 ضرب 5 تا دونه رادیکال 3 در نهایت اسم مثلث بزرگ میشه 5 ضرب در 5 این که نمیخواد این یک ضرب در 5 همونه یک ضرب در 5 میشه 5 5 ضرب در 5 میشه 25 تا دو دونه رادیکال 3 که رادیکال 3 میشه حدود 1 و 7 دهم 25 ضرب در 1 و 7 دهم فکر می کنم بشه نزدیکای 40 40 و خورده ای به 50 نمیرسه کمتر از 50 میشه 40 و خورده ای احتمالاً پس مساحت مثلث بزرگ یا همون مساحت کل اون هرمه رو ما میتونیم اینجوری به دست بیاریم میتونیم گستردهشون کنیم و دونه دونه شروع کنیم به حساب کردن تنها قسمت مشکلش به دست آوردن اون ارتفاعشه که ارتفاعش رو دقیقا مثل کاری که قبلا انجام میدادیم هستا ارتفاعش رو با استفاده از فیساغورس به دست بیاریم اگر هم دوست داشتید میتونید به این مثلث کوچیکه گیر بدید که این مثلث کوچیکه بازم بایستی ارتفاعش رو به دست بیارید خب ارتفاع این مثلث کوچیکه میشه از اینجا تا اینجا تا اینجا این به این قسمت گیر بدید این ارتفاعش رو میخوایم اینجا میشه دو و نیم ساد اینجا میشه و ساد پس میشه دونیم به توان دو علاوه به علاوه اچ به توان دو برابر با پنج به توان دو خب بعد که ارتفاع اینو به دست وردیم میایید مساحت این رو هم به دست میارید یه کمی شروع خلو شد مساحت این رو به دست میارید این مساحت کچولو میشه ولی باعث زرب در چار کنید تا همزمان این قسمت این قسمت این قسمت این قسمت با همدیگه به دست بیان اینجوری هم میتونید میکنید بهتون قول میدم جوابی که به دست میارید دقیقا شبیه به همین جواب میشه باعث میشه چهل رو خورده یا 25 رادیکال سه یا ممکنه رادیکارش یک کوچولو فرق کنه ولی دقیقا مشابه همین ها میشه اگر ضرب دقیق ماشین حسابی کنیم حالا سوال دیگه ای داخل کتابتون داده اینا همین گوشه یه مقدار توضیحش بدم خب برای حساب کردن اینم میدونی که اینجا یه مربع هست اینجا هم چهار تا دونه مثلث هست اگه بخوام مساحت کل اینو به دست بیارم میشه این یک دانه مربعه خب به علاوه چهار تا دونه از این مثلثی که اینجا داریم خب این مثلثه چجوری من مساحتش رو دست مربعش چجوری بدست دست بیارم؟ خب مربع خیلی راحته همه از لایش چهار 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 هستن مساحتش راحت بدست میاد اس مربع میشه چهار زردر چهار میشه 16 خب از اینجا برای مربع رو داریم حالا این قسمت رو من میخوام این دوتا رو اگر به علاوه هم کنم یعنی یک دانه مربع و چهار تا دونه مثلث میشه چقدر مساحت کل اینجوری مساحت کل رو به دست میارم فقط مشکلم کجان برای این مثلث است این مثلثه قسمت پایینش این, این قسمت است مال مربع هست که از اینجا چهارده قسمت بلندش هم 8 و 8 سانتی متره داخل خود کتاب بهتون داده اینجا 8 اینجا 4 خب اگر بخواید این مثلث مساحتش رو حساب کنید مجبورید که اینجوری یه ارتفاع واسش بکشید بعد ارتفاع رو با استفاده از فرمول فیثاغورس میتونید به دست بیارید یه مثلث کوچولوی اینجا به این مثلث کوچولو گیر بدین بگید که این زل از اینجا تا اینجا که دو سانت از اینجا هم دو سانت درسته این زل دو سانت به توان دو به علاوه این ارتفاع از اینجا تا اینجا به توان دو برابر است با 8 به توان دو پس اگر خواستین ارتفاعش به دست بیارین اینجوری میشه دو به توان دو از اینجا به علاوه h به توان دو از اینجا برابر است با 8 به توان دو از اینجا اچ رو به دست میاریم میذاری داخل فرمولش یک دوم قاعده قاعده چنده قاعده اینجا چهار هست ضرب در ارتفاع چنده ارتفاع اینجا به دست میاد هر چقدر که مساحتش رو به دست آوردیم بایستی ضرب در چهار کنید چون چهار تا دونه مثلث وجود داره یک دانه و چهار تا دونه راحت مساحت کلش شما میتونید اینجوری به دست میدونم یه کوچولو طولانی میشه سختیش همون تو قسمت پیدا کردن ارتفاع بتون گفتم اینقدر این درس ها ساده هستن که دیگه مجبور از درس های قبلی یه سری چیزایی رو بیارم مثل فیثاغورس مثل ندادن ارتفاع و اذیت کردن ما تا یه مقداری مشکل تر بشه وگرنه اگر شما فیثاغورس هر کردن معادله های کوچولو رو بلد باشین و بعید میبینم داخل این فصل اصلا مشکلی پیدا کنید دیگه بریم بقیه نکات رو بگیم قبل از اینکه این سوال مخلوطی ماننده رو شروع کنیم ما مساحت کل هرم منتظم مقابل را به دست آوریم گفته طول همه یالهای آن آ است خب یعنی ای بذارید به جای اینکه مثلا مثلث وقتی گسترده می‌کنی همچین چیزی میشه خب به جای اینکه پنج 5 پنج, پنج باشن اینجا ای A, A اینجوری هست خوبه بعد موقعی که می‌خوای حساب کنی ممکنه ارتفاع این مثلث بزرگی هستا ارتفاع بود که اینجوری ما گفتیم اینجا این آه به توانه مثلا می گفتیم پنجه به توانه دو بعد می گفتیم ارتفاع اچه به توان دو بعد می گفتیم مثلا ده به توان دو اینجوری میشه آه به توان دو به علاوه اچه به توانه دو برابر است با دوتا دونه آ کلن به توان دو متوجه شدیم حالا اینجوری جاگذاری کنیم مثلا اینجا آ دو به علاوه به توان دو برابر است با 4 تا دونه آ و و اینو یه مقدار جابجا کنید اچ رو مثلا به دست بیارید خب اینجوری میشه فقط حالت مثلا مجهولی میگیره اشکالی هم نداره آخر سر مساحت کلش اینجوری میشه اس برابر است با یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع که ارتفاع اینجا میگذارید ارتفاع رو اینجا داری کامل به دست میاد قاعده هم چی میذارید قاعده بزرگ دو تا دونه آ هست بس قاعدش میشه مثلا دو تا دونه آ حالت مجهولی به دست میاد مساحتش و هیچ اشکالی هم نداره یا مثلا سوال اینجا گفته اینو گستردش کنی و فقط مساحت جانبیش رو به دست بیاری مثلا واسهتون بکشم یه همچین شکلی اگر گستردش کنیم یه همچین شکلی میشه هرچند من الان خیلی بد کشیدم ولی گستردش کنید این وسطش میشه اینها هم میشه مسلسای دور و همچین چیزی میشه اگر اشتباه نکنم خب یه همچین چیزی میشه 6 تا دونه مثلث باید بشه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا 6 تا بله همه مثلث هم شایی هم مال من فقط خیلی عجیب غریب در اومده بعد اینجا هم همه گی ده هستن طبق اطلاعات خود کتاب ولی این یال ها یا همون ساغ های مثلث همه گی 20 هستن مثلا به این مثلث گیر بدین ما فقط مثلث های دور رو میخوام این مساحت این داخلی ها رو نمیخواد گفته فقط مساحت جانبی چون این داخلی شش زلی مساحتش حساب این مقدار مشکله نمیخواد فقط جانبی ها رو میخواد جانبی ها یعنی شی... یعنی تا دونه مثلث شش تا دونه مثلث حالا ببینیم مساحت مثلثه چقدر مثلا مساحت این مثلث ارتفاع اینجا رو میخوایم خب ارتفاع اینجا پس از این و اینجا میشه 5 سانت از این و میشه 5 سانت چون کلش 10 سانته پس 5 به توان 2 به علاوه h به توان 2 برابر است با 20 به توان 2 متوجه شدیم 5 به توان 2 به علاوه h به توان 2 برابر است با 20 به توان 2 توان ها رو برسونید h رو به دست بیارید بگذارید داخل فرمول این مثلثه ببینید این مثلثه مساحتش چی میشه یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع خوب اش میشه همون ده قبلی خب و ارتفاعش هم اینجا به دست میارید بعد هر چیزی که شد بایستی ضرب کنیم چون شیش تا دونه مثلثه متوازی مساحت جانبیش به طور کامل به دست میاد حالا این سوال اینطوریه که گفته با سه چهارم دایره یه مخروط ساختیم با سه چهارم دایره خب اومدیم مخروطی ساختیم و شعاع این دایره 10 هست بهتون گفتم هنگامی که ما مخروطی میسازیم با اینها این, این شعاع وقتی که به هم دیگه وصلش میفته این قسمت شعاع این دایره میفته اینجا و این قسمت پس این نکات اولیش و از طرفی یعنی من یه جا بهتون توضیح دادم که کمان آ تا اگر اینو به هم متصل میفهمیم این کمان آ هر مقدار سانتیمتری داشته باشه دقیقا برابر هست با محیط این مخروطی که اینجا هست پس واسه تو این رو کمان آتابی کمان که میگیم هم زاویه میتونه داشته باشه و هم میزان اندازه و اینها میتونه داشته باشه الان منظورم اندازه کمان آتابی هست یا همون طول کمان آتابی برابر هست با محیط این مخروط با آبی میونیسم محیط مخروط خب از اینها ما میتونیم استفاده کنیم میدونید چرا چون من اندازه کمان آتابی رو میتونم به دست بیارم این به من شعاع داده اگر شعاع اینو داشته باشیم من میتونم محیط کل این دایره رو به دست بیارم محیط دایره که اینجا داریم و من میتونم به دست بیارم چون به من شعاع داده خب محیط دایره میشه دو تا دونه پی با قرمز بنویسم که متوجه بشین دو تا دونه پی آر میشه محیط دایره خب با مساحت قاطی نکن الان در این درمده محیط کامل دایره صحبت میکن یعنی اگر اینجور دور بزنم کاملا بیام تا اینجا میشه محیط دایره دو تا دونه پی آر خب من میتونم اینجا به دست بیارم قسمت آرش شعاش به من داده شعاش چنده ده تا دونه است درسته؟ پس دو پی ضرب در ده میشه بیست تا دونه پی این میشه محیط کل این دایره است با این قسمت قرمزه ولی خودش من گفته کمان آتابی سه چهارم دایره هست خب سه چهارم دایره یعنی بیست پی میشه محیط دایره ولی کمان آتابی سه چهارم شه خب کمان آتابی میشه بیس دادون پی ضرب سه چهارم سه چهارمش هست و اینجوری من میتونم به دست بیارم که کمان آتابی دقیقا میشه چقدر طولش میشه چقدر خب 20 تا دونه زرد در 3 4 رو مایی کنیم یه کمی ساده سازی کنیم میشه 60 تا دونه 60 بر 4 یا میشه همون 15 تا دونه پی اینجوری من میتونم اندازه یا هم طول کمان آتابی رو به دست بیارم 15 تا دونه پی محیط مخروط اگر بخوام به دست بیارم کافیه که طول کمان آتابی رو بگذارم اینجا محیط مخروط فرمولش رو بنویسم میتونم شعاع این مخروطه رو به دست بیارم ببینید چقدر جالبه خب مساوی رو گذاشتم به جای طول کمان من نیستم چی 15 تا دونه پی خب و از طرفی محیط مخروط فرمول فرمولش رو نیستم دو تا دونه پی آر برای محیط مخروط الان داریم در مورد محیط مخروط صحبت کنیم من الان چی نیاز دارم من الان این آر رو نیاز دارم آر رو مثل ایکس در نظر بگیریم. پس این دو پی اضافه هست همگی تقسیم بر دو تا دونه پی میکنم همگی تقسیم بر دو تا دونه پی میکنم اگر این کار انجام بدم این دو با این دو ساده میشه این پی با این پی ساده میشه فقط آر از اینجا باقی میمونه درسته اینجا هم مساوی 15 دو این پی با این پی یه مقداری ساده میشه 15 دوم میشه 15 دوم هم میشه تقریبا همون هفت و نیم پس آر یا شعاع رو من به دست میارم هفت و نیم اینجوری من میتونم شعاع چی به دست بیارم شعاع مخروط رو اینجوری من به دست میارم و شعاع مخلوط برای من میشه هفت و نیم. اینطوری شعاع مخلوط به دست متوجه شدین چیکار کردیم طول کمان آتابی مثل محیط این مخلوط است طول کمان آتابی مثل محیط این مخلوط است کمان آتابی رو اینجا به دستش شواریم چون خودش گفته سه چهارم محیط دایره و شعاع دایره هم داده قشنگ محیط دایره این اصلی رو به دست آوردیم ضرب داره سه چهارم کردیم همون توضیحی که خودش داده و اندازه کمان رو به دست برد. اندازه کمان رو گذاشتم محیط مخروط رو گذاشتم مثل یک معادله حلش کردم و به این نتیجه رسیدم محیط شعاع مخروط میشه هفت و نیم ممکنه یه چنین سوالی بتون بدن و بعدش بگن برید حجمش رو به دست بیارید حجمش رو بخوام به دست بیاریم میدونید که یه ارتفاع اینجا داریم هفت و نیم و عدد ده و ارتفاع بازم بایستی از فیسا استفاده کن ولی حالا اینجا از ما حجم نخواسته اگر این سوال بخواد خیلی سختتر بشه ممکنه حجم رو ازتون بخواد شما میتونید الان برید حجم رو به دست به شعار دارید این قسمت وترم دارید اینجا رو میتونید جاگذاری کنید با استفاده از فیسا اچو به دست بیارید و حجم این مخروط هم میتونید برای خودتون محاسبه کنید اگه یه ای بخش این سوالی دارم بدونید که این تور کمان آتابی با محیط این مخروط یکی و میتونی ازش استفاده کنید تا شعاع مخروط رو به دست بیارید حالا میخوایم در مورد دوران دادن در فضا و به دست آوردن حجم صحبت کنیم داخل کتابتون خیلی قشنگ اینجا توضیح داده که اگر مثلا این رو ما بچرخونیمش چجوری میشه مثلا این مسترسه بچرخونیم چجوری میشه ولی ممکن گیج بشین متوجه نشین که چرا این اتفاق میفته نه که هر موقع بهتون میگن که دوران بدین هول مثلا یه زلی اینجوری یعنی که هول این زله بیا دوران بده همین زله تمرکز کنید روی این زله و دقیقا قرینه همین وری که اینجا هست یه اینجوری 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 هست دقیقا قرینه همین این ور بکشید یعنی اینجوری میشه مثلا این اینجوری مثلا سه تا دونه رفته سمت راست خب 10 تا دونه اومده پایین سه تا دونه دوباره سه تا دونه این ور بکشین خب ده تا دونه بیاین پایین سه تا دونه این بر بکشین دقیقا قرینه همین این بر خوب خب بعدش چون که داره اینجوری میچرخه یه حس سه بعدی بهش بدین یه فضای جوری نکنین دقیقا یه حس سه بعدی میگیره این شکلی میشه دوباره از اینجا میچرخه اینجوری میشه از اینجا میچرخه اینجوری میشه و همینطور از بالای بالا میچرخه اینجوری میشه شما سعی کنید بالا پایین و قسمت هایی که قاعده هست یه فضای سبودی بهش بدیم وقتی که نگاش کنیم قشنگ متوجه میشی شبیه به استوانه هست میبینید دقیقا عین یه استوانه شده و اندازه هاش هم کاملا داریم ارتفاع استوانه که نیاز هست برای حجمش داریم قسمت شعاع استوانه هم به راحتی بهمون داده اگه شما بخواید حجم استوانه رو به دست بیارید به راحتی که حجم استوانه عین همون اس ضرب در فقط اس استوانه میشه پی آر به توان دو آر یعنی چی یعنی شعاع شعاع میشه چند عدد سه ارتفاع استوانه میشه چند ارتفاعش میشه بالا تا پایین که اینجا بهمون داده ده ده درسته ارتفاعش هم میشه ده دیگه شما میتونید جاگذاری کنید این ارتفاع میشه ده اینجا میشه پی ضرب در سه به توان دو به میتونید شما حجمش رو به دست بیارید حالا برای این این هم خیلی جالبه مگه نگفته حول این زل ما بیایم به درسته پس دقیقا به اندازه یه مسلسی که اینجا هست یه دونه یه مسلس من هنگ میکشم اینجوری این سه تا رفته من محضی بر سه تا میرم خب بعد اینجوری قشن میرم سمت اون که قرینه این ور رو این ور میکشم حالا یه کمی کوچیکتر شد اشکالی نداره بعد یه حس سبودی بهش میدم مثلا از این راس تا این رس اینجوری من حس سبودی بهش میدم اینجوری سبودی اینجوری الان احساس نمی کنی. داره شبیه به یه چیزی میشه به اسم مخروط آفرین حالا اگه بخوایم مخروط رو حساب کنیم حجم مخروط میشه چی؟ این همون اس زرب در ولی چون که این قسمت و این قسمت نداره میشه یک سوم اس زرب در اچ اس مخروط چیه؟ پی آر به توان دو اس دایره است اس دایره است خب اینجا شعا داریم شعا سه هست میشه سه به توان دو اینم پی پی زبدر سه به توان دو ارتفاع هم که داریم ارتفاعش چیه؟ ارتفاعش هم ضرب در ده هست با این تفاوت که یه یک سوم هم ضربشون میشه و شما میتونید به راحتی رو بدست دست بیارید یه دونه براتون حل میکنم ولی اینجا رو دقت کنید مثلا شکلهایی که شما اینجا میبینید یا دقیقا همین شکل رو این ورق قرینه بکشیدش و یه حس سبودی بهش میدین قشنگ درک میکنید که چه شکلی رو تشکیل میده همین نیم دایره که اینجوری هست خب دقیقا یه دونه قرینش همینجا بکشید یه همچین چیزی میشه درسته و یه حس سبودی بهش میکنی یه حس سبودی اگر بهش بدین دقیقا شبیه به کره میشه حالا من یکم یکی هجو کره کشیدم زشتر شد یا مثلا این یکی هم اگر اینجوری باشه درسته یه دونه قرینه دیگه من همینجا میکشم واسهش اینجوری میشه درسته قرینه اگر بلد باشین دیگه مشکل نیست حالا حس سبودی بهش بدین نکنیم این, این قسمت شبیه مخروط میشه ولی این قسمت شبیه استوانه میشه از اینجا تا اینجا شبیه استوانه از اینجا تا اینجا شبیه مخروط میشه حالا من براتون این یکی رو حل میکنم به من گفته حجم حاصل از دوران حول این زل حول این زله رو برای من به دست میدید حجم حاصل از دوران یعنی اینو یه دوران بده ببین چه شکلی میشه حجم اون شکل رو برای من به دست بیار خب اگه بخوام دوران بدیم حول این من یه قرینه دقیقا مشابه همین میکشم خب دقیقا اینجوریه همینقدر که این رفته همینقدر هم اینجا میرم تقریبا اگر زش نشه یه همچین شکلی میشه تقریبا خوب شد دیگه عالیه الان یه قرینه شو کشیدیم الان یه حس سبودی بشدیم یعنی از هر نقطه به اون نقطه یه حس سبودی بهش میدم یه دایره تو زاویه یه دایره اینگار که داریم تو زاویه نگاش میکنیم دایره اینجوری میکشم حالت بیزی شکله مثلا از این نقطه تا این نقطه هم دقیقا یه دایره اینجوری میکشم میخوام ببینم چه شکلی میشه شکلی که به دست میام از اینجا تا اینجا اینجوری بکشم به نظرتون الان چه شکلی شده چه شکلی ما به دست آوردیم دقیقا تابلوه که این یک نیم کره هست و نیم کره اگر بخوایم حجم یک نیم کره رو به دست بیاریم اگه یادتون بیاد حجم یه استوانه کشیدیم داخلش یه کره گذاشتیم تو گفتیم استوانه انگار 6 سوم پی آر سه هست حجم کره چهار سومه حجم نیم کره میشه دو سوم پی آر به توان سه شما اگر این قسمت شعاعش رو داشته باشید میتونید حجم کاملش رو به دست بیارید شعاعش چنده الان شعاعش رو نداریم اینگاه نه چرا از اینجا تا این پایین خودش به من داده پنج که شعاع نیم کره اگر از اینجا 5 باشه اینجا هم 5 اینجا هم 5 اینورم 5 اینورم 5 متوجه میشین اینجا خودش به من شعار رو داده هیچ مشکلی نیست هم 5 به راحتی اگه جاگذاری کنم حجم نیم کره من به دست میاد 2/3 پی به جای R به توان 3 5 به توان که 5 به توان 3 میشه 125 از اینجا میشه 125 از اینجا اینجوری میشه میشه دو سوم ضرب در این 125 دیگه پرانتزا رو برمیدارم دارم میندازم شما ضرب در 125 ضرب در عدد پی دو ضرب در 125 میشه 250 250 به روی سه ساده نمیشه میشه همون دو ضرب در 125 میشه 250 250 سوم 250 سوم ضرب در عدد پی اگر عدد پی رو میگفتن بذارید سه یعنی یه عدد روند میگفتن همینجوری ساده میگفتن بمون آقا شما پی رو بگذارید سه اون موقع میتونستیم مثلا پی رو با عدد سه یه مقدار ساده کنیم یه عدد رند مثلا 250 برای ما حجم به دست بیاد ولی در حقیقت یه مقدار بیشتر از سه هست این عدد پی سه و چارده صدومه اگه تونستید توی ماشین حساب بذارید سه و چارده صدوم بزنید ببینید چی میشه که خیلی خوبه فکر میکنم نزدیک 250 حدود بشه 260 احتمالا میشه که اینجوری شما میتونید حجم رو به دست بیارید هر شکلی بهتون دادن حتی اگر نیم کره بهتون دادن اینجوری بازم شما سه بودیش کنید یا به جای مثلا نیم کره اینا معمولا من دیدم که مسلس میدن اینجوری مسلس میدن که دید بهتون گفتم که مسلس بازم یه قرینه ازش بکشید اینجوری خب یه اس سه بهش بدید قشنگ عین مخروط میشه معمولا اندازه هم بهتون میدن راحت میتونید حجمش رو به دست بیارید فقط یادتون نره فرمول ها فرمولا فقط فراموش نکنید زیاد سوال هر کنید که برای فرمولا مشکلی نداشته باشی دیگه توضیحات دیگه داده مثلا اینجا سوالات مختلفی داده در مورد زاویه دید و اینها توضیح داده که این سوالا برای نقشه کشی خیلی عالیه یه درسی داری در آینده به اسم نقشه کشی که اینا خیلی به درد میکنن خیلی سوالات جالبی هن. ولی بگذارید من این بخشم توضیح بدم سوالی داده من به هر کدوم یه اشاره میکنم مثلا گفته حجم و مساحت هر کدوم به دست بیاری بلفز مثلا حجم و مساحت من این کره رو بخوام به دستش بیارم حج میشه چهار سوم پی آره به توانسته ولی شوهاش رو به من داده آ پس مجهول آ رو به جای شوهاش میذارم، شوهاش رو پاک میکنم مجهول آ رو میذارم، میشه چهار سوم پی آی آره به توانسته ممکنه به جای آ هر عدد دیگه میداد من باز همونو میگذاشتم خب اگر بخوام مساحت کل یک کره رو به دست بیارم مساحت کلش چیه مساحت کل کره 4 پی آر دو از این استفاده میکنیم شما سعی کنید حفظ کنید خب 4 پی آر به توان دو به جای آرش من میذارم چی شعا داده به من آ پس من آ رو میگذارم میشه چه 4 پی آ به توان دو بعد من گفتم نسبت حجم به مساحت رو به دست بیار نسبت حجم به مساحت یعنی اینا رو به همدیگه دیگه تقسیم کنید به همین سادگی وی تقسیم بر از تمامی چیزهایی که برای وی داریم بنویسید 4 سوم پی آی به توان 3 تقسیم بزرگ اس میشه چی 4 پی آی به توان دو یه همچین چیزی میشه درسته شما بخواید میتونید اینو یه مقداری ساده سازی کنید مثلا این چهار صورتی که بالا این هست با این چهاره ساده میشه این سه ای که در مخرج هست میاد پایین برای مخرج دور در دور نزدیک در نزدیک یا اینکه اینا رو جدا جدا بس من دیگه دارم سریع انجام میدم این پی رو با این پی ساده میکنیم آی به با آیه به میشه آی توانی یک آره اینجوری میشه این سه هم میاد پایین میشه یک سوم ضرب در آی خالی از اینا هم اینا همگی ساده میشن یا همون میشه آ سوم یک سوم ضرب در میشه همون آ سوم یعنی نسبت حجم به مساحتش میشه آ سوم هر چیزی باشه میشه شعاع سومش نسبت حجم به مساحت اگه شعاعش رو به من میداد مثلا 15 خب نسبت حجم به مساحتش بدونی که بخوام فرمولی چیزی حساب کنم نسبت حجم به مساحتش میشد 15 سوم یا عدد 5 کامل متوجه شدین یه همچین چیزی فقط میخواد ازتون اینها رو به دست بیارید کلمه نسبت رو که میگن معمولا کلمه نسبت یعنی تقسیم کنید خب حالا چه چیزی به چه چیزی رو بهمون به میگن نسبت فلان به فلان نسبت حج به مساحت به همین سادگی حالا برای اینم گفته که ما میخوام چهار تا گلوله داخل این چهار تا گلوله یا همون کره میخوام داخل این قرار بدیم اینجوری میشه من میخوام چهار تا گلوله قرار بدیم که نزدیک به دیواره ها باشه و نزدیک همدیگه باشن پس فقط تو این محدوده من میتونم اون چهار تا دونه گلوله رو قرار بدم احتمالا یه همچی چیزی مزوره است یه چهار تا دونه کره این شکلی میشه خب که اینا قرار بدیم تقریبا کره ها اینجا میافتن درسته تقریبا اینجا میفته که همگی در کنار همدیگه هستن و مماس هستن به این دیواره ها میگه چه رابطه ای بین A و X هست A منظور از اینجا تا اینجا X منظور این فاصله خالی که اینجا ما برش دادیم چه رابطه ای بین آ تا X هست اگر شعاع هر کره چقدر باشه x تا دونه باشه پس اگر شعاع هر کره x تا دونه باشه قطرش میشه دو تا دونه x و چون که دو تا دونه کره من کنار هم دیگه گذاشتم اینجا هم میشه x اینجا هم میشه x در کل از اینجا تا اینجا نهایت فقط میتونه چهار تا دونه x یا همون بگیم دو تا دونه کره ای که قطرشون دو x هست یا شعاعشون یک دانه x هست در کنار هم دیگه قرار میگیرن پس اینجا نهایت میتونه چهار تا دونه x باشه خب میخوام بفهمیم رابطه بین آ کامل از اینجا تا اینجا کامل و این x خورده یا چقدر میتونه باشه خب اگر از اینجا تا اینجا به طور کامل آ باشه چه رابطه بین این آ و تعداد x هایی هست که اینجا میبینید یک دانه x چهار تا دونه x یک دانه x رابطه بین آ با اون ایکس ها این شکلیه که هر یک دانه آ برابر هست با یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا دونه ایکس متوجه شدین یک دانه ایکس اینجان چهار تا دونه ایکس اینجان یک دانه هم x اینجا یک و چار و یک میشه 6 دادون x تو این راستا هست و یک دونه a هر یک دانه a برابر هست با یکی دو سه چار پن شیش دادونه x متوجه شدی رابطه بین a و x میشه یک دانه a برابر است با شیش دادونه x مثلا اینجوری اینو به دست میاریم سوالا یه مقدار حالت پراکنده دارن و ممکنه گیج بشین اوایلش که نگاه کنید ولی هدفش اینه که با تمامی زوایای این فصل حجم و شکلای سه بودی و اینها کنه ذهنتون رو یه مقداری باز کنه برای همینه مثلا سوال اینجوری هم بهتون داده شکل مقابل چه کسی از حجم کره برداشته شده به نظر میاد آن انگار که یک چهارمه ولی اگه خوب دقت کنی چون فضا سه بعدی هست این یک هشتمه مثلا حجم کار میخواد آشناتون کنه ذهنتون رو باز کنه مثلا اینجا گفته اینو برش بدیم اگر زل کامل زل آ همه آ, 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 آ باشه مثلا این قسمتی که برش میدیم چه اندازه ای داره که اینو میتونید با فیساغورس متوجه بشی اینو اگر من بکشمش یه همچین چیزی هست درسته اومده از این و توی حالت قطر اومده برش داد اگر از بالا نگاه کنیم اینجوریه که اومده از این حالت برشش داده ما میخوایم فاصله از این تا این رو متوجه بشیم درسته خب ما میدونیم این آ هست این آ هست این آ هست این آ هست میتونید با استفاده از فیساغورس این قسمت وترمانند یا همون قسمتی که برش داده رو قشن متوجه بشیم اگر بخوام بفهمیم که سطح بریده شده به چه شکل هست سطح بریده شده رو اگر اینو مثلا از این زاویه بهش نگاه کنیم یه همچین حالتی میگیره اینجا آ هست همون آ اندازه آ اینجا هم اندازه این قسمتی هست که برش خورده ممکن این مقدار توضیحش باستون سخت باشه اگر مثلا میشد به صورت سه بودی نمایش داد می بهتر بود ولی رو وایت بورد از این بهتر نمیشه انجام داد و تمامی نکاتی که داخل این فصل هست بیشترین سوالی که داخل این فصل ازتون میپرسن مثلا حجم هست حجم نیم کره کره یا مساحت مثلا نیم کره کلاه متوجه میشید چه تفاوتی بین نیم کره و کلاه بود خب یه مقدار بخوان سختش کنن دیگه حجم مثلا مخروط و اینها میپرسن سوالای این شکل معمولا به صورت مثلا جا خالی ممکنه بهتون بدن این بخش بیشتر دوست داره شما رو آشنا کنه با دیگر شکل های سبودی و اینها به نظرم این مدل سوالا ممکنه شاید بهتون بدن مساحت گسترده یک شکل ولی بهتون گفتم بیشترین سوالا همون چیزایی بود که ما روشون تمرکز کردیم این فصل اونقدر مشکل نیست که فکرشو میکنی به نظرم به راحتی میتونید رو بیارید فقط کافیه که قسمت هایی که در مورد حجم و مساحت من بهتون گفتم مثلا حجم هرم ها چرا مثلا میشه یک سوم اسش اینا رو خوب در موردش رو فکر کنید تمرین کنید و تا جایی که میتونید سوالای حجم و مساحت و حجم هرم و اینها رو حتما حل کنید که دستتون روون بشه سری بشید داخل این سوالا امیدوارم این فصل خوب متوجه شده باشید ببخشید این مقدار ویدیوها طولانی شد ولی دوست تا جایی که میتونم اینا کامل بهتون بگم سعی میکنم اگر شو ویدیوهای ویژه‌ای بسازم سوالای سنگین تری داخل ویدیوهای ویژه حل کنم ولی تمامی مباحثی که خواستیم بگیم در مورد حجم و ساعت همین بود که آخرین فصل ریاضی نهم هست که امیدوارم به خوبی متوجه شده باشه اینم از کتاب ریاضی نهم و که موفق باشیم